سلام دوستان به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید در این ویدیو 6ش ویتامین که برای انصداد و گرفتگی رگ ها مفید می باشد رو بررسی می کنیم اما ابتدا بیایید نگاهی به علل ریشه ای که باعث انصداد جریان ها و رگ ها می شود بیاندازیم شر شرائین یا آرتروسکروز که به گرفتگی رگ ها گفته می شود وضعیتی است که دیواره رگهای های بدن رو آسیب میرسونه و موجب ایجاد پلاکت های سف در عروق می شود. این پلاکت ها به مرور زمان رگ ها تنگ و باریک می که سبب میشه خون به راحتی در رگ جریان پیدا نکنه و در نتیجه سه عوامل زیر رو به وجود میاره یک تضعیف جریان خون دو که حمله قلبی و سه و بعد آمدن جریان خون در رکا می باشد حال باید دید چه اتفاقی برای بدن میفته میفته مسلما قلب سریعتر از نرمال کار میکنه و باید خون رو به رکا برسونه تا بدن سالم و تندرست نگه داشته شود همینطور رک های آسیب دیده از داخل کم کم مسدود می شوند و ملتهب و آسیب دیدگی پیدا می کنند و در انتها ترک های ریزی در دیواری رک ها به وجود میآید. علاوه بر آن استرس شدید رژیم بد غذایی و استعمال سیگار هم عواملی هستند که این زایاد و آسیب ها رو سرعت می بشند. همچنین کلسترول بعد یا همون LDL به طور آهسته دور دیوار رک های ترک خورده جمع می شود و همزمان سعی می کند که ترکهای موجود در دیواره رک را رو ترمیم بکنه. در اینجا می بینیم که کلسترول به نوبه خود دشمن بدی برای بدن نمی باشه. در حقیقت عاملی برای ترمیم رک های آسیب دیده می باشد. متاسفانه شخص بیمار اگه سب که رژیم غذایی خودش رو اصلاح نکنه پلاکت ها که از ترکیباتی همچون فیبرن با کلسیوم سفت شده کرستلور در رکا تجمع پیدا خواهند کرد و این ترکیبات باعث می شود که خون حالت سفت مانند مانند سیمان پیدا بکنه. و این مواد که از استخوان هم محکمتر هستند موجب مسدود شدن جریان طبیعی خون در رکا می میشوند اما چه مواد غذایی باعث آسیب دیدگی بدن میشه اولین و شایه ترین علت غذاهای تصویر شده زیاد مانند شکر قلات فراوردی شده و آرد است که باعث التحاب در دیواره می شود و در نهایت باعث ایجاد پلاکت میشه یکی دیگر از دلایل ایجاد پلاکت شریانی سطوح بالای استرس و نگرانیه استرس هورمونی به نام کورتیزول رو افزایش میده که شریانها رو باریک میکنه و فشار خون رو بالا میبره همینطور مصرف بیش از روغنهای گیاهی اومگا 6 نیست میتونه باعث التحاب در شریانها بشه روغنهایی مانند ذرت کانولا مارژرین و روغن زیتون فراورده شده از این فرآورده ها می باشن. فشار خون و گردش خون ضعیف به قلب یکی دیگر از نشان گرفتگی رگ ها می باشه درد یا تورم ارتجایی در سمت چپ بدن مانند شانه چپ یا بازو همچنین ممکن احساس تنگی نفس به خصوص زمان راه رفتن مشاهده بشه زیرا اکسیژن کافی در شریان ها گردش نمیکنه با این حال در برخی افراد هیچ علائمی وجود نداره و این پلاکت میتونه برای چندین دهه بدون علائم به تشکیل رسوب در داخل رکا ادامه بده تا زمانی که انصداد کامل رخ بده اگه این مشکل درمان نشه پلاکت مشکل درمان نشه پلاکت در شریان ها میتونه تر و تر بشه و شانس حمله قلبی یا سکته مغزی و لخت شدن خون و یا حتی مرگ در هر سنی رو افزایش بده به همین دلیل این شش ویتامین رو بررسی میکنیم که میتونه برای کمک به باز کردن رکا و بهبودی جریان خون در بدن استفاده بشه اولین ویتامین ویتامین, ویتامین که هست. K هست که یکی از مهمترین مواد مغذی برای باز کردن انصادات قروق و جلوگیری از تجمع پلاکت وقتی شریان ها مسدود میشن به همین دلیل قلب و کلسیومی که در داخل آن جمع میشه بسیار صفر میشه با این حال پروتئینی به نام MGP رو فعال میکنه که از تشکیل کلسیوم در داخل رکای خون جلوگیری میکنه و همچنین اون رو از شریان ها دور کرده و به استخوان ها هدایت میکنه مصرف روزانه 200 میکروگرم ویتامین که توصیه شده همچنین میتونه کامل مننده کلم ترش جگر گاو پنیرهای اروپایی با کیفیت بالا مانند پنیر سوئیسی هم دریافت کنید ویتامین شماره دو روغن کریل است اگه میخواهید رگهای خودتون رو باز کنید و میخواهید از اونها برابر گرفتگی حفاظت کنید روغن کریل گزینه مناسبی است قطعا یکی از قوی ترین مکمل است که باید در نظر بگیرید روغن کریل دارای رنگ قرمز است که یکی از قوی ترین آنتی اکسیدان های شناخته شده برای انسان می باشه که 6000 برابر قدرت ویتامین C رو داره روغن کریل به محافظت از قلب و شریان ها در برابر التهاب و آسیب آکسیداتیو کمک میکنه و جریان خون رو یاری میکنه که به طور طبیعی در شریان ها جریان پیدا بکنه و فشار خون رو ثابت نگه میداره همینطور توصیه شده که روزانه بین یک تا چهار هزار میلی گرم روغن کریل رو به صورت کپسول های ژن ج... های جن کوچک مصرف کنید همینطور ویتامین که برای کمک به روان کردن مفاصل و جلوگیری از درد و تورم در سراسر سر بدن عالی می باشد ویتامین شماره سه آنتیاکسیدان بسیار مهم یعنی ویتامین ای می باشه ویتامین ای برای محافظت از قلب و سیستم قلبی عروقی ضروری است اگر ویتامین ای کافی در رژیم غذایی خودتون دریافت نکنید به احتمال زیاد دچار درد قفسه سینه به نام آنژین میشید و علتش همینه که چون قلب اکسیژن کافی دریافت نمیکنه و ممکن شروع به گرفتگی کنه کمبود ویتامین ای همچنین فشار خون رو افزایش میده و این بر دیواره رگ فشار وارد میکنه و احتمال آسیب دیدن و مسدود شدن توسط پلاکت رو کاهش میده بنابراین اگه به دنبال بهبود و باز کردن رگ ها هستی توصیه شده که تا 300 میلی گرم ویتامین ویتامین ای روزانه مصرف شود همچنین خوردن غذاهایی که به طور طبیعی دارای ویتامین ای هستند مانند تخمه آفتابگردان فندوق آووکادو و همه سبزیجات که دارای برگ سبز هستند مفید می باشه چهارمین ویتامین سیر می باشه که یکی از شفا بخش ترین غذا ها حاوی گوگرد طبیعی قدرتمندی به نام آلیسونه که به اون تم و بوی تونتی میده. نکته جالبینه که در مطالعات نشان داده شده که اصاره سیر میزان کلسیومی رو که در شریان ها جمع میشه کاهش میده و توصیه شده که برای کمک به کنترل فشار خون کاهش قند خون بالا و جلوگیری از جمع شدن کلسیوم در رک خوردن سیر خام رو به صورت روزانه شروع کنید اگه تم سیر رو دوست ندارید میتونید روزانه 2400 میلی گرم اصاره سیر رو به صورت کفزور مصرف کنید ویتامین شماره 5 آنتی اکسیدانی به نام ویتامین C می بود ویتامین C یک ماده مغذی ضروری است که باید به طور منظم در رژیم غذایی از غذاهای گیاهی دریافت کنید غذاهایی مانند برگ سالاد سبزیجات انواع ترودها و میوه ها مطالعات نشان داده که افرادی که بیماری لسه دارند در مرض خطر بیشتری برای مشکلات قلبی هستند زیرا باکتری ها که باعث خونریزی لثه ها میشن میتونن همین اثر رو در شریان ها داشته باشن و به طور بالقوه باعث التهاب و زخم شدن دیوارهای سخرک بشن بنابراین اینجاست که ویتامین C وارد عمل میشه و کلاژن موجود در شریان ها رو تقویت میکنه و به انعطاف پذیر شدن رگ ها و جریان طبیعی خون کمک میکنه بنابراین خوردن غذاهایی مانند کلم کلم ترش توت فرنگی کلم دلمه ای و سبزیجات چلیپایی بهترین راه برای تقویت ویتامین C و ویتامین C و شبکه آنتیاکسیدانی در بدنه ویتامین شماره 6 و آخرین ویتامین روغن گل مغربی است این روغن از دانه های گیاه ستاره گل تهیه میشه و حاوی نوعی چربی بسیار سالم به نام اسید گامالینولنیکه در مطالعات نشان داده شده که کاهش التحاب و بهبود پوشش داخلی شریان ها کمک میکنه و همچنین پلاکت ها رو به کبد منتقل میکنه تا از بدن دفع بشن این روغن همچنین توسط اغلب زنان برای جلوگیری از علائم یائسگی هم مصرف میشه و یک تقویت کننده عالی سلامتی برای زنان و مردان به طور یکسان محسوب میشه توصیه شده بین 3 تا 4 هزار میلی گرم روغن گل مغربی در روز مصرف بشه همینطور به دنبال روغنی با کیفیت بالا باشید که حاوی حداقل 8 درصد GLA باشه دوستان شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو ویدیو رو لایک کنید اونو به اشتراک بگذارید و همینطور عضو کانال ما بشید و همینطور خوشحال میشیم که نظریات و تجربیات خودتون رو در پایین این ویدیو برامون بنویسید همینطور فراموش نکنید گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولی کسی باشید که ویدیوهای ما رو دریافت و تماشا میکنید امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید